بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به دانش آموزای عزیزم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امروز بحث کمکاری و پرکاری و تیروید داریم. کلسیتونین هورمون دیگر غده تیروید رو در واقع صحبت میکنه و غدد پاراتیروید رو امروز با تمام نکاتش خدمتتون میگم. اگر بچه‌ها خاطرتون باشه، جلسه قبلی صحبتمون رسیده بود به هورمون‌های تیروئیدی و اینو خدمتتون گفتم که آقا اگر ید به اندازه کافی در غذای فرد نباشه، درنچه یود به اندازه کافی به غده تیروئید نمیرسه و چون غده تیروئید برای ساخت هورمون‌های تیروئیدیش تی3 و تی4 به یود نیاز داره به مشکل می‌خوره، درنچه میزان این هورمون‌های تی3 و تی4 میتونه در خون کاهش پیدا کنه. تأکید زیاد من برای شما، چون بچه‌ها خیلی مهمه، خواهش می‌کنم حواستون باشه، یادتون بمونه این کمبود یود میتواند منجر به کاهش هورمون‌های تیروئیدی، نه تیروئیدا. نهید بگه تیروئید غلط میشه، تیروئید یه خواهش میگم حواس. آقا چرا اینقدر تاکید میکنید کلسیتونین؟ نه، اگه بگه تیروئید کلسیتونین هم هست، کلسیتونین اصلا کاری به یود نداره. پس خیلی ببین الان خود این میتونید تست جداگانه باشه، همین این که مثلا کدومی که گزینه زیر درست است، مثلا میگه هورمونی مترشح از غده تیروئید میتواند در مقابل کمبود یود ساخت و میزان اون بی تاثیر باشه. بگو آره کلسیتونین هورمون تیروئید، ولی نگه تیروئیدی، گفته و تیروئیدی غلط میشه، ولی اینجوری گفت درسته. بگو بله کلسیتونین، فردی که کمبود یود داره اصلا ساخت و ترشح کلسیتونین اصلا ربطی با این که این هورمون مترشح از کیه، غده تیروئیده. پس یادت بمونه تیروئیدی منظور ما صحبت اون تی3 و تی4 که کمبود یود میتونه در ساخت و ترشح اینها اختلال ایجاد کنه و اینا رو بیاره پایین، ولی کاری به کلسیتونین نداره. نکته ای که بعدی که جلسه قبلی اگه خاطرتون باشه صحبتمون رسید بهتون گفتم، گفتم بچه‌ها ببین اصلا جلسه قبلی هم با هم صحبت می‌کردیم، یادتونه گفتم آقا میزان هورمون‌ها در خون باید تنظیم بشه یا نه؟ گفتم تنظیمه در 3 پارت انجام میشه، یکیشون که اگه یادتون باشه گفتم هیپوتالاموس و هیپوفیز پیشه، که گفتم برای همه غدد نیستن، برای غددی که زیر نظرشون کار می‌کنه یکی از اون غدد، یادتون گفتم غده تیروئید. نکته مهم اینه اگر این اتفاق سیر اتفاق بود، یعنی کمبود یود بیاد در نهایت منجر به کاهش هورمون تی3 و تی4 همون هورمون تیروئیدی در خون بشه، از سطح تراز فکر کنید، سطح تراز اینه، از سطح تراز اومد پایین، این اومدن پایین پالس داره برای فرمانده دیگه، برای کی؟ برای هیپوتالاموس. هیپوتالاموس دستور به هیپوفیز پیشی، هیپوفیز پیشی محرکو میفرسته برای غده تیروئید. اینجا منجر چه اتفاقی میفته؟ رشد بیشتر غده تیروئید که بهتون گفتم بچا اوایل این کمبود یود این کاهشه هست، اوایلش این رشد بیشتر چون واسه افزایش جذب یاد میشه توسط غده تیروئید دیگه، در چه میتونه منجر به این اتفاق بیفته که جبران بکنه این کاهش رو، این دوره به صد تراز برش گردونه، ولی اوایلش اگر طولانی مدت باشه دیگه این کمبود یود دیگه این رشد بیشتر جواب نمیده. پس بچه‌ها بتونم جلسه قبلی واسه تاکید کردم گفتم به این واژه هم دقت کنید، اوایل و طولانی مدت کمبود یود هم خیلی مهمه. نکته بعدی تو گوات هم صحبت کردیم، بهتون گفتم چرا گوات آقا یعنی چی، بهتون گفتم یعنی بزرگ شدن غده تیروئید، به این میگیم گوات، غده تیروئیدش بزرگ شده بهش میگیم گوات. برای تو یه پالسی داره، یه فرد که مثلا میگه آقا داره گوات رو این غده تیروئیدش بزرگ شده، یه پالسی برای تو دیگه، مفهومی برای تو داره، چی شده؟ غده تیروئیدش داره زور میزنه رشد بیشتر، البته میتونه ناشی از یک سری داستانهای دیگری هم باشه که حالا وارد بحثش نمیشه، اما در حد همین تست کنکور که خدمتتون گفتم. و یه بحث حالا یکم جونداتر که گفتم جلسه قبلی قولشو بهتون داده بودم تو این جلسه براتون صحبت کنم، اینم خیلی مهمه. ببینید بچه ها یه سری زیست دیگه، خودت ماشاءالله زهرا اکبر الان حرفه‌ای هم شدی، میدونم زیاد تست میزنیم، یه سری مباحثی هست که در متن بهش اشاره میکنه، شما با تسلط به متن به مفهوم میرسی و تست رو میتونی بزنی. آقا یعنی چی؟ ببین در متن صحبتی در رابطه با کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئید نکرده، اما میتواند از کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئید تست بده. اما چه جوری؟ ببین حواست به من باشه، اولا شما اول متن که مسلطی دیگه، داستانا رو گرفتی، کمکاری تیروئید منجر به چه اتفاقی میفته؟ قشنگ می‌خوایم با هم تحلیل بکنیم و ببین الان تحلیل بکنیم، ببین خودت می‌بینی بلدیش، تحلیل بکنیم با هم استنباط بکنیم کمکاری تیروئید یعنی چی. آقا یعنی کمکاری تیروئید یعنی کمکار شده تیروئید. اصلا ببین تو تست میتونه نمیتونه مثلا میتونه نگه کمکاری تیروئید، مثلا بگه کمکار شدن غده تیروئید دیگه، اینو که میتونه بهت بگه، چون بعضی با این واژه‌هاش خیلی مشکل، آقا کمکاری تیروئید دیگه فلان، آقا میتونه تست بده از همین کمکار شدن تیروئید، کمکار شدن تیروئید یعنی منجر چه اتفاقی میشه؟ یعنی اینکه این هورمون‌های مترشح از تی3 و تی4 کاهش پیدا کنن. خب کمکاری تیروئید در دوران کودکی به من بگو پیامدش، آقا به من نگفته کم اینها، اول بس بهت میگه چی در دوران جنینی و کودکی، کودکی رو بهت گفت که هورمون تی3 تو بحث نمو دستگاه عصبی مرکزی اختلال اگر ایجاد بشه میتونه عقب ماندگی فلان اینا، این جسمی هم اصلا برای همین براتون آورده، داستانش اینه. پس خوب گوش کن مفهومشو، ببین اگر در دوران کودکی هورمون های تیروئیدی بیان پایین،
حالا میخواد به خاطر کمکاری تیروئید باشه، میخواد به خاطر کمبود یود باشه، میخواد به خاطر هر علتی باشه، این پیامدت این باشه T3 و T4 میزانش بیاد پایین. پس گرفتی؟ اگه در تست گفتش که در مثلا کمکار شدن قده تیروئید در دوران کودک، کمکاری تیروئید در دوران کودک، کمبود یود در دوران کودک، همه این داستان که آقا این منجر شدنش مهمه، حواست با منه، منجر بشه که این هورمون های تیروئیدی T3 و T4 بیان پایین. از اونجایی که تو میدونی در دوران جنینی و کودکی تیسه یه نقش خیلی مهم میداره، نمو و دستگاه عصبی مرکز، حالا وقتی در دوران کودکی این اتفاق منجر شد، میزان هورمون تیسه و تیچار اومد پایین، تیسه هم چی شد؟ اومد پایین، تیسه چه با هم میاد پایین؟ اومد پایین، این کم میشد، کم میشدن میزان هورمون تیروئیدی حالا میتونه منجر، چون تیسه میدونه که نمو و دستگاه عصبی مرکزی نقش داره، پس میتونه این اتفاق انجام، این اختلال در این ایجاد بکنه، نمو دستگاه عصبی و عقب ماندگی ذهنی. این یه بحثش. آقا این داستانش چیه؟ این کلمه جسمی، اینو الان برات بشکافم توضیح بدم. اگر در یک کودک کمکاری تیروئید، بهتون گفتم کمکار شدن تیروئید، یا برگشت بهتون گفت کم شدن، مثلا کمبود یود که منجر به کم شدن هورمون تیروئید، این اتفاق شد، کم شدن یک کاهش میزان هورمون تیروئیدی به خاطر تیسه که عقب ماندگی ذهنی و اختلال در دستگاه عصبی مرکزی، اینا که میدونی. اما چرا اختلال در رشد جسمی اون بچه میتونه ایجاد بکنه؟ به خاطر اینه، نقش اصلی شما اینم میدونی، ببین بهت میگم میتونی قشنگ استنباط کنی و بچه با همین متن همین صفحه، نکات درجه یکی داره، به خاطر همین، همین تو همین صفحه شما دیدید نقش اصلی هورمون تیسه و تیچار چی بود، هورمون های تیروئیدی. بهتون گفتم افزایش سوزاندن گلوکز، در نتیجه افزایش میزان دسترسی به انرژی. تو دوران کودکی دوران رشده، انرژی باید به بدن برسونه که این حسابی رشد کنه. حالا حساب کن، این هورمون تیروئیدی اومد پایین، سوزاندن گلوکز اومد پایین، انرژی اومد پایین، کارخونه ایه که سوخت نداره، جون نداره که باعث رشدش بشه، برای همین اختلال در رشد جسمی فرد میتونه. ببین یه مفهوم، ببین من دقیقا همین مباحثو بهت گفتم، همش هم دیدی بلد بودی، فقط به یه زبون دیگه ای گفتم. برای همین تو تستا بچه حالا مثلا خودشونو میتونن لوستن بکنن، مثلا بگه که کمکاری تیروئید یا هیپوتیروئیدیسم، اصلا هول نکن، بگو خب من میدونم کمکاری آقا منجر به چه اتفاقی قرار بشه، تازه خودش هم میتونه اضافه بکنه در تستا کمکاری، یا مثلا همون کمکاری تیروئید هیپوتیروئیدیسم که منجر به کاهش هورمون تیسه و T4 سه تا نقطه، که اگر هم بگه آقا اینو نگو، میگه اینو که بهت گفتم دیگه، کاهش هورمون تیسه و T4، برو گزینه‌ها پیدا کن، برای همین راحتش میشه. در بزرگسالی چی؟ اینم بیا با هم تحلیل بکنیم. خب در بزرگسالی که سریع تو برمیگردی میگی، میگه آقا کمکار شدن تیروئید، کمکاری تیروئید یا همون هیپوتیروئیدیسم، یا آقا کمبود یود غذا فلان که منجر، آقا من این اتفاقو میافتم، از هر این دلایلی که شما داری میگی کمکاری فلان، چه کمبود یود که منجر به کاهش میزان هورمون تیسه و تیچار بشه، خب این اتفاق من با این کار دارم. اینا تیتره بچا تو تستا، روزا برات مجلسی میکنه یود غذا میگه اینو ببین منجر به چی شد، هورمون های تیسه و تیچار اومد پایین. حالا نگاه کن چه دوره ایه، بزرگسالی یا کودکی، چون کودکی برای تو پالس داره. بزرگسالی، خب اولا میگه بزرگسالی اون نقشی که تیسه برای نوبا به دستگاه عصبی مرکزی فلان عقب ماندگی اینا برای کودکی هاست، اینجا نداره، یعنی اختلال در میتونه نوبا به دستگاه عصبی مرکزی ایجاد کنه باعث عقب ماندگی ذهنی بشه، اینا برای کودکیه بود، بزرگسالی این داستانو نداره، ولی اون نقش اصلیشو داره. یعنی چی؟ بهتون گفتم نقش اصلی، بازم تاکید میکنم چون مهم، نقش اصلی هورمون تیسه و تیچار چیه؟ افزایش سوزاندن گلوکز، دانش انرژی در دست ببره بالا. حالا زمانی که این هورمون تیسه و تیچار به هر دلیل اومدن پایین، دانش سوزاندن گلوکز اومده پایین، انرژی فرد اومده پایین، فرد بزرگسال یه پیامدش بی حال بی انرژی. نکته دومش، تو وقتی بچه گلوکز کمتری میسوز، ولی وقت فرد داره غذا میخوره ولی گلوکز کمی هی میسوزونه، گلوکز کمی میسوزی غذا هم داری میخوری، گلوکز کمی میسوزی منجر به چی میشه در فرد؟ چاقی، یکی از ویژگی. ببینید با استدلال قشنگ بهش میرسه، با من اینا رو میبینه تو دلش میشکافی بهش میرسه، فرد منجر به چاقی در این فرد میشه. از اون ور پرکاری تیروئید، پرکار شدن تیروئید، مثلا اینجوری بهت بگم، افزایش هور اینجوری بود ور افزایش هورمون تیسه و تیچار در خون، از این ور بره وارد بازی میشه تو تست. این داستانش چیه؟ تو بگو آقا به هر دلیلی پرکار شدنش، پرکاری تیروئید فلان، بهتونم گفت بچه اینا بدونید، مثلا کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید، اینا برای خودتون داشته باشید.
فقط و فقط به خاطر وجود مثلا کمکاری توریت فقط و فقط به خاطر کم بوده یود نیست، میتونه دلایل همینطور میگم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا پرکاری هورمون تیروئید، میدونی پرکاری تیروئید که منجر به افزایش هورمون تستوسترون بشه، میدونی میتونه یکی از اختلال ناشی از هیپوفیز پیشینش، فرد هیپوفیز پیشینش مشکل داره که چی این هورمون محرک زیادی هی الان مثلا من هورمون تستوسترون خوبه چون داره تنظیم میکنه، این اشتباه تلقی میگه کمه زیاد کن زیاد. آقا من ترازم الان میگه زیاد کن زیاد کن زیاد، برای این قده تیروید اون مشکل داره، قده تیروید سالم. یا مثلا تو کمکاری تیروید میتونه یود خون فرد بالا باشه، یعنی یود به اندازه کافی هست، مشکل اصلا یود غذای طرف مشکلی نیست. اون بحثی که بهتون گفتم مثلا جلسه قبل گفتم یه سری غذاها میتونه در فرد اختلال ایجاد شده از اینکه این قده تیروید نمیتونه جذب کنه یودو. مثلا تو دیابت نوع 2 که جلوتر میریم دقیقاً همینو میبینید دیگه، اونجا انسولینو مثلا داریم انسولینو ولی سلولا نمیتونن گلوکوز رو بگیرن، ولی گلوکوز خون هست، این نمیتونه بگیره. اینجا هم بچه ولی انسولین هم هست، گلوکوز هم هست، مشکل تو این گیرنده هست. اینجا هم همینه، گاهی میتونه مشکل به خاطر این باشه. پس یادتون باشه صرف اینا برای خودتون بچه‌ها بنویسید، کم بوده یودی که منجر این جذبه این مهمه. گاهی ممکنه که در یک فردی کم شدن میزان هورمون تیسه و تیچار دیده بشه ولی یود خونش بالا بشه، بگو درسته بله تو این فرد میتونه یود خون به اندازه کافی بالاست، چرا هورمون تیسه و تیچار پایینه؟ مشکل تو اینجاست، تو این واسطه هست. بگو این یوده این قده تیروئید نمیتونه جذب کنه، که مثالش هم گفتم جلسه قبلی یه سری موادی که یادتونه گفتم تیوسیانین دارن که میتونه منجر به این ممانعت بشه. حالا علی حال داشتم براتون اینو میگفتم که بچه‌ها به هر، پس گفتم حالا این دلایل اینکه حالا پرکار بشه تیروئید میتونه دلایل مختلفی باشه، ایبوبز پیشینه مشکل داشته باشه، اینا من کاری به اینا ندارم که حتی هم تو تست بچه‌ها اگه بخواد بازم سختش کنه، به خصوص بچه‌ای که علاقه المپیاد اینا دارن، قشنگیزیس اینه دیگه، قشنگ بش کافی تو دل متن قرار باشه همه چی حاضر آمده تو متن، که اینکه آشغاله که ما انشا داریم میخونیم، بش کافی بره تو دلش. الان دارم اینو بهتون میگم آقا به هر دلیلی ای بابیز پیش هر چی تیروید من پرکار شده، ای پرکار دیگه فارسی روشه دیگه، پرکار شده، پرکار شده، این هورمون تیرویدی من زی ای تی سه و تی چهار افزایش پیدا کرده، برای تو کد داره، دوران کودک فلان داره، روزه برات میخونه. این نکته نکته مهمیه. بزرگسالی رو بهتون گفتم، گفتم وقتی اومد پایین کاهش پیدا کرد تی سه و تی چهار، برای تو چه عواقبی داشت تو بزرگسالی؟ نکته مهمش این بود، بهتون گفتم تی سه و تی چهار اومد پایین، طرف بی انرژی چون سوخت ساز گلوکوز اومد پایین، سوختنش میزان سوختنش اومد پایین، انرژی کمتری در دسترس فرد قرار گرفت، دانش منجر به بیحالی شد، چاقم شد دیگه، منجر به چاقی فرد شد. برای این گلوکوز کمتری غذا میخوری، گلوکوز کمتری میسوزونی. از این بعد حالا تی 3 و تی 4 به هر دلیلی رفت بالا، سوزاندن گلوکوز رفت بالا، ای تنفس یاخته‌ای رفت بالا، فعالیت کربونیک آنیلاز رفت بالا. ببین همین رو با دهم ترکیب کن، بیکربنات رفت بالا چون میچسبه بیکربن خود میخوای دفع بکنی، CO2 تولیدی فلان همینا، در مجموع ATP رفت بالا. یعنی چی شد؟ انرژی در دسترس بدن فرد رفت بالا. این انرژی که رفت بالا تو فرد منجر به بیقراری بشه، چون انرژی فرد انرژی بدنش زیادی بیقراره، از اون ور میتونه منجر به اختلال خواب، اختلال در خواب بشه، که بچه بحث اختلالات خواب خیلی بحث جذابیه. من پیشنهاد میکنم انشالله ما متوجه الان نه ها، الان حرف منو گوش کن، فقط تست بزن کتاب درسی خودت، تست بزن دروس دیگر، کنکوره، کنکوره که رفتی وارد دانشگاه شدی شبا وقت داری قشنگ مقالات مختلف مفت گوشتن روی اینترنت، خدا که بند خود رفته زحمت کشیده استفاده کن، مقاله مختلف کن، بحث در تو اختلالات خواب خیلی بحث جذاب، اینسومنیا داره، اختلالات مختلفی تو خواب هست، خیلی هم جذابه، میتونی بخون. ولی علایال آقا انرژی در بدن فرد در دستش رفته زیاد شده، بیقرار شده، از اون رو بهتون اختلاق و اینها، این اتفاقات رو میتونه منجر بشه. از اون ور این سوختن گلوکوز رفت بالا، چون هی داری گلوکوز رو میسوزونی، چون گلوکوز رو میسوزونی درنچه هی گلوکوز سلول میطلبه، هی گشنه از سلول، هی سوزونده، آقا من گلوکوز میخوام، هی من گلوکوز میخوام. از اون برم هی گلوکوز خون رو بهتون گفتم تیسا و چه منجر چی میشه، چون این میسوزونه میبره بالا، گلوکوز خون میاد پایین، گلوکوز خون میاد پایین، از اون ور برای این، برای این مثلا هورمون گلوکاگون برای این یه پالسیه، اون میره میزنه گلیکوژن میشکونه، گلوکوز بدین، گلوکوز میده این میخوره. میبینی همه این چرخه منجر میشه که تو هی گلیکوژن رو تو بشکونی، هی بده این بخوره، و سیرونی هم نداره که هی میخوره میگن گلوکوز میخوام، سلوله میگه ها من گلوکوز میخوام، گلیکوژن رو میشکونی، منجر به چه اتفاقی شد؟ هی داری میشکونی ذخایرتو داری، آها لاغری. برای همین اینا بچه‌ها بدونید یه سر از همین داروهای لاغری دقیقاً همین حرکتو میکنن، مثلا تبلیغ میکنه بیا لاغری در مثلا خیلی کوتاه مدت فلان، دقیقا همین کارو میکنه،
میان تاثیر میکنن رو قده تیروئید. نمیگم فقط اینا، یکی از کارهایی که میکنه داره لاغری که تأکیدن پیش توصیه میکنم که به هیچ وجه سمت این داروهای اینایی که توی مدت کوتاهی یه جای کارو میلنگه، توی مدت کوتاهی یه جای کار میگیرن که حالا وارد خیلی ریسترش نمیشم که حتی یه سریاشون هم موادی درش بوده که حالا واردش بحثش هم نمیشم، موادی که میتونه بحث اعتیاد اینها داشته باشه که اصلا واردش نمیشم، ولی به هیچ وجه نرید بشه خدای نکرده اصلا به این سمت نرید. و ارزش اینا خیلی راحت با رژیم غذایی اینها زیر نظر متخصص تغذیه خیلی درست و اصولی برید جلو اگر حالا اضافه وزنی داری خودت یا خانواده. نکته مهمی نمیخوام بگم، اینایی که میبینی دقیقاً یه سریاشون این کارو میکنن، تأثیر میکنن رو قده تیروئید، قده تیروئید پرکار میکنه، تی4 بره بالا، تی4 که میره بالا. این بچه لاغری هم که بهتون میگم اگر مثلا تو اطرافیانت دیده باشین، آقا مثلا مادر بزرگم پرکاری تیروئید داره، عمو پرکاری تیروئید، اینو دیدی درش، یعنی این اتفاق تو مشهوده، برای این لاغری پرکاری تیروئید از یه فرد خیلی مشهوده، یعنی تو چند هفته مثلا تو چند ماه خیلی لاغر میشه، یعنی این اتفاق در برای همین میگم لاغریش کاملا مشهوده، چون حسابی از اون برامون داستانا داره، انرژیش زیاده فلان و بیقراریه چون سنش هم بالا باشه، حال انرژیزو که نمیتونه خیلی ورجور کنه، بیقراره برای همین نمیتونه یه جور بول هی وول میخوره، از اون ور اختلالات خواب فلان. علی حال صحبتم اینه، پس بچا بحث کم کاری تیروئید و پرکاری تیروئید به لطایف الهیالی میتونه تو تست ازش استفاده کنه. و اینم بهتون گفتم بچا مثلا هر چیزی نام برد درگیر واژه نباش تو تست. آقا 2XY علکی دارم یه چیز آشغالی میگم، 2XY که میتواند منجر به کاهش هورمون‌های تیروئیدی در خون، بچه‌ها تو این گیر میکنه، این کی بود 2XY نخونده بود، بابا اینو ولش کن، به چی منجر می خودش گفته داره بده منجر به کاهش هورمون تیروئیدی برای من کافیه، برو گزینه رو بزن. علی حال بحث قشنگ بود، علی حال بریم بچه‌ها سراغ هورمون دیگر تیروئید، چون بحث هورمون‌های تیروئیدی بچه‌ها خیلی مهم بود، برای همین یکم آهسته و جویده جویده بهتون گفتم، چون همینو میدونم این یه خدا اینا که روز کنگور حواست نباشه، یه دونه یه هورمون تیروئید، هورمون تیروئیدی اشتباه بزنی یه تست زیست خیلی مهمه، یه تست زیست رو درست بزنی 2% به اضافه میکنه، از اون بر منفی بزنی هر سه تا منفی هم که میدونی 2% ازت کم میکنه، یعنی اختلاف دارم و واقعا یه تست زیست قشنگ میتونه تکون بده دانشگاه تو، یه دانشگاه به یه دانشگاه دیگه دور از اون حال شوت بشی، برای همین خیلی مهمه بچه‌ها مواظب باشه. هورمون دیگر تیروئید، بریم سراغ این هورمون دیگر تیروئید، دیگه میگیم تیروئید، این هورمون هورمون تیروئیدی نیست، هورمون تیروئیده، این نکته نکته مهمه. کلسیتونین هست، زمانی که کلسیم در خوناب زیاده است این هورمون از برداشت کلسیم از استخوان‌ها جلوگیری می‌کنه. اینو قشنگ من گوش کن، یه سری مقایسه درجه یکم داره حواست جمع بشه. بر اساس متن کتابت گفتیم آقا همه یاخته‌های زنده بدن، یه گفتم این لایه شاخی اینو دیگه گفت دیگه تو تست خیلی داره واضح میگه من تست غلطی دیگه بهتون گفتم، یعنی گزین جمله‌ای که کدومه که گزینه زیر درست است، مثلا گفتش که سلول‌های شاخی برای هورمون‌های تیروئیدی مثلا گیرنده دارد، کابلو غلطی، اینجوری نه، بجز این مواسم اینجوری تابلو، برای یا بر اساس متن کتابت برای همه یافتهای زنده بدن هورمون تی4 گیرنده داره، دانش همه یافتهای زنده بدن چون تجزیه گلوکوز دارن، برای همین برای تی4 میتونه یافته هدف باشه برای همه. اما هورمون دیگر تیروئید که تیرو کلسیتونین هست، این اینجوری نیست بچه ها، اندام هدفش اون یافتهای هدفش سلول های استخوانی، اون اندام هدف استخوان و سلول های هدف استخوانی، پس این یکی از تفاوت کد بهتون گفتم بچه ها تو تستا قشنگیت اینه که نیاد طرف باید معرفی بکنه هورمونی مثلا ترشح شده از غده تیروئید که بر همه یاخت‌های بدن گیرند، در همه یاخت‌های بدن گیرنده ندارد، میگه 100% داره کد بهت میده، چون تو متن کتاب داری که همه اون دوتان تیروئیدیه، اونی که نیست اینه کلسیتون، کدوم گزینه درسته بس، یعنی منظور اینه که با کد، پس یه کد خوب هورمونیه که از تیروئید ترشح میشه اما در همه یاخت‌های بدن گیرنده نداره، یاخته استخوانی هدفش، بحث استخوان هم میتونی باش ترکیب. نکته دوم، هورمونی از تیروئیده که پروتئینیه، فقط و فقط این پروتئینیه، اما گفت هورمونی آمینو اسیدی که از تیروئید ترشح میشه برای تو کد نداره ها، هم کلسیتونین میتونه باشه، هم تی3 میتونه باشه، هم تی4. کلسیتونین که آقا پروتئینی گفتم دیگه، گفتم بچه هورمون پروتئینیو میتونه بگی آمینو اسیدی چون در ساختار پروتئین آمینو اسید داره، ولی به آمینو اسیدی نمیتونی بگی پروتئین،
تیسو تی 4 یا دیپپتید. نمیتونی بگی پروتئین نیست، نمیتونی بگی پلیپپتیدی، پلیپپتید نیست که دیپپتیده. ولی این هم میره برای کلسیزونو میگه مثلا اینجوری گو کد 100 درصد این هورمونی پلیپپتیدی از قده تیروید ترشح میشه کلسیتون. اینا نکته مهم. پس تو مقایسه و تشخیص اینکه کدومو داره میگه، تیسو میگه، تی 4 میگه، کلسیتون میگه، این براش. نکته بعدی نقشش چیه؟ بچه یه نکته که داره و پایین تشون قده های پاراتیروید رو بحث میکنی و هورمون پاراتورمون، هورمونی که از این قدرت پاراتیروید که چهار تا قده هم هست بچه اینم بدونید، قده های پاراتیروید بیشترین تعداد قده های در میز بدن برای اینه که چهار تاست. پاراتورمون هورمونی که از قدرت پاراتیروید ترشح میشه به خون. ولی یکی از بچه ها اشتباهی دانش آموزا، چون یه چند ماهی میگذره دیگه، حالا تا روز کنکور دیشالله به امید خدا، و بچه که حالا یازامن که بیشتر میدونم، البته در طول این مدت شما حسابی تست میزنید، ولی منظورم اینه چون قدای پاراتیروید که خدمتتون عرض کردم بچا بیشترین تعداد قده در روز، منظور به اینا 4 تا قدم از قدرت پاراتیروید که هورمون پاراتورمون رو ترشح میکنه به خون، این اشتباه رو دانش آموز پیش میاد دیگه. خدای کی بود؟ کلسیتونین بود باعث افزایش کلسیم خون میشد. پاراتورمون هورمونی که پاراتیروید ترشح میکنن باعث افزایش کلسیم خون. کی بود که از ماده زمینه استخوان که میدونید در ماده زمینه استخوان کلسیم داره، این کلسیم آزاد میکرد به خون، کی مانع میشد؟ این ممکنه قاطی بکنه. یه کلکی بهت بگم تو ذهنت باشه. ببین کلسیتونین یادت باشه، کلسیو بی با هم یه واژه‌ای با هم بسازیم. کلسی بگیم کلسیومه، کلسی بگیم کلسیوم، تو نی یعنی بگو تو خون دارم نگاه میکنم، کلکش با بین خودمون بمونه، تو ذهنت میشینه باور کن. بگو من دارم به خون نگاه میکنم، اینجوری کلک بزن، میگم کلسی تو نی، کلسیوم تو خون نیستی. یعنی چی؟ یعنی این مانع است کلسیتونینه. پاراتورمون، پاراتورمون یه حس پارهی توش داره دیگه بنده خدا، پاراتورمون این کلکش تو ذهنم میشه. پاراتورمونه هورمونی که پاراتیرویدی، مثلا قدرت پاراتیرویدی، پاراتیرویدی میرن استخون پاره میکنن، مثلا کلک داریم میذاریم، این کارو نمیکنن، پاره میکنن که کلسیم بفرستن بیرون. پس آها، اون این که میره پاره میکنه استخونی که کلسیم از دلش بکشه بیرون کیه؟ پاراتورمون است که میکشه بیرون، که چی میشه؟ کلسیم خون رو افزایش میده. اونی که داره میگیم کلسی تو نی، تو خون دارم نگاه میکنم، میگم کلسی تو نیستی، یعنی کلسیم تو خون نیستی. کلسیم تو خون چی شده؟ یعنی کاهش پیدا کرده. پس اون کلسیتونین است. کلسیتونین آقا چی؟ مگه چه اتفاقی میفته که میگه کلسیم خون کاهش پیدا میکنه؟ داستانش اینه بچه ها. زمانی کلسیم خون ها دیگه میاد بالا، چون هورمون ها، اصلا بحث ابتدای فصلمون چی بود؟ گفتیم بحث تنظیم دیگه. یکی از کارهاشون بتونم گفتم، یکی از کارهای همین هورمون ها هوموستازی است دیگه. کلسیم خون وقتی داره میره بالا، این کلسیتونین از قده تیروئید ترشح میشه، که کلسیتونین هم پالسش دستور بالای بالا بالا کی میاد؟ هیپوتالاموس. یعنی همه اینا رو ببین بچه‌ها، بهتون گفتم، گفتم قدرتی که زیر نظر هیپوتالاموس هم مثلا اینجوری بهت بگه که افزایش کلسیم خون میتواند باعث ترشح مثلا هورمون آزاد کننده از هیپوتالاموس بگو آره، هورمون آزاد کننده ای که میتواند روزه خون که در جسم سلول نورون ها فلان را توسط رگهای خونی از ساقه میاد به هیپوتالاموس پیشین، همه اینا رو میتونه ترکیب. بله، میگه که کلسیم هورمونی که از قده تیروئید ترشح میشه. علایها زمانی که این کلسیم پلاسما خون میاد بالا، دستور طبقه به طبقه طبقه میاد به این میرسه که آقا تیروئید گندش در اومده دیگه، این دیگه کلسیم داره زیاد میشه، داره زیاد میشه، حالا این کیو میفرسته؟ کلسیتونین. تو برو کلسیتونینشو وارد ماجرا میکنه. کلسیتونین چیه؟ ببین در حالت عادی ما کلسیم برای فعالیت بدن نیاز داریم. آقا کجا نیاز داریم؟ بحث ما چه داشتیم میخوندیم برای کوتاه بان انقباضه، من ندی کلسیم میخواستی دهم یادتونه تو بحث انعقاد خون، یادتونه وقتی میخواستیم پروترومبین تبدیل به تروم میشه، دیدی کلسیم مصرف میکنه. یه سری مصارفی بدن ما داره برای کلسیم، برای ما نیاز به کلسیم داره. و کلسیم از کجا میاد؟ انقباض مایچه ها، من این همه داره مایچه ها منقبض میشه، یه بخشی از کلسیم میتو. خب تو که بچه برای همین انقدر میگن تغذیه که کلسیم برسونی، ویتامین دی برسونی، و میدونی دیگه ویتامین دی برای جذب کلسیم چقدر نیاز، برای همین انقدر تأکیدن مهمه که آقا مثلا مصرف شیر و لبنیات نیاز. علایه ها تو یه بخشی از کلسیم تو میرسونی دیگه، بدن که نمیتونه بگه خواه من منتظر بشینم، یه بخشش تو میرسونه، یه بخشش که نمیرسه چیکار میکنه؟ میره ماده زمینی استخون ها میگیره. حالا زمانی که دیگه داره گندش در میاد، یعنی این کلسیم میزانش دیگه داره زیاد میشه، کلسیتونین که وارد کار میشه، این حضور پیدا میکنه، میاد، این چیکار میشه؟ گیرنده کجا داره؟ گفتم اندام هدفش استخوان، گیرنده بر سلول استخوانی داره. نکته مهم اینه بچه‌ها، یادتون
باشه که کلسیتونین برای همه سلول های بدن گیرند در همه سلول های بدن گیرنده نداره، اندام هدف داره، یاختای هدفش هم فقط سلول استخوانی، میره بر اونا تأثیر میکنه، کارش اینه ممانعت میکنه از آزاد شدن کلسیم اضافی دیگر از ماده زمین رو بگیرن بدن به خون. خب این کارو میکنه. اما آقا چجوری گفتیم پس کاهش کلسیم میخون؟ چون تو وقتی این منبع و جلوشو گرفتی از این برم تو مصرف داری. فرض کن مثلا، مثال میگم ها، یه چای هست مثلا داره آب همینجوری میره پایین، از اون برم مثلا یه دوشی مثلا باز، بعد مثلا اینقدر آب زیاد شده آروم آروم داره میره پایین. مثلا به خصوص بچه‌ها اگه تو خونه‌تون مثلا سبزی چیزی شسته باشین، دین تو این سینک ظرفشویی همچین حالت شیر آب بازه، مثلا آب میره کم کم، مثلا سبزی رو ریختی آب میره کم کم ولی با سرعت کمتری. خب تو زمانی که این آب بازه اون کم کم میره ولی اینم هی هست، کلسیتونین چیکار می‌کنه؟ میره اون منبعو می‌بنده، یعنی چیکار می‌کنه؟ جلو اینو می‌گیره، کلسیم دیگه نمیاد. از اون ور منجر به کاهش کلسیم خون میشه. بله، بخاطر اینکه خرد خرد خود این کلسیم خون داره میره استفاده میشه. یعنی چی؟ تو وقتی جلوی منبعو گرفتی آقا ماده زمین استخون دیگه بس دیگه نفرس، جلوشو گرفتی کلسیم تو خونم کاهش پیدا می‌کنه، چون بدن که مصارف خودش رو داره، یه کلسیم رو داره استفاده می‌کنه، جلو اونم گرفتی دیگه منجر به کاهش کلسیم خون می‌شود. اما تاثیر مستقیمش چی بود؟ تاثیر مستقیمش این بود میره ممانعت میکنه از آزاد، یعنی منبع او میگیره. کار مستقیمش اینه که منجر به کاهش کلسیم خون هم میشه. ولی پاراتورمون بهتون گفتم، هورمون های مترشحه از غدد پاراتیروید گفتم، باز هم تاکید میکنم مثلا برای غدد پاراتیروید هم بچا همین این کداشون خیلی مهمه دیگه. غدد پاراتیروید کد درجه یکش برای تو همینه، غده ای که بیشترین تعداد غده درونی در بدن انسان اینه داره میگه پاراتیروید. هورمون های ترشح شده از آن عکس کی عمل داره میکنه؟ کلسیتونین. اون پیامد کلسیتون منجر به چی میشد؟ کاهش کلسیم خون دیگه. ولی پاراتورمون این نیست، باعث افزایش کلسیم. نکته خیلی جالب و قشنگش هم اینه بچه‌ها، پاراتیروید به خاطر که به این هدفش برسه که چی بشه؟ کلسیم خون بره بالا. درسته یک هورمون واحده ولی اندام‌های هدف، سلول‌های هدف متفاوتی داره و جالبه به سلول هدفش که میرسه به یکی یه حرفی میزنه، به سلول استخوانه میگه آقا تجزیه کن کلسیم، تجزیه نکن به این یه حرفی زد، همون هورمونه، هورمون واحدیه، به این میگه تجزیه کن کلسیم بریز بیرون، از اون ور به کلیه سلول‌های کل سلول‌های به نفرون‌ها میره، به اون اثر میذاره، میگه آقا بازجذب ببر بالا. ببین میبینی به این اینو گفت، به اون با اینکه یک هورمون واحده، برای همین اینم یادتون بس باشه بچه‌ها، هورمون میتونه یک هورمون واحدی باشه ولی بر سلول‌های متفاوتی پیام متفاوتی بده، ولی گیرنده هر هورمون بچه‌ها یک نوع گیرنده است، اینم یادتون باشه. این هورمون‌های پاراتورمون یه نوع گیرنده دارن اما به سلول هدفش بستگی داره. یادتونه بچه‌ها مثلا چیزی که بهتون میگفتم بچه‌ها ما سیناپس داریم، انتقال لنده‌های عصبی تحریک کننده داریم، ولی این تحریک حالا منجر به چه اتفاقی بیفته بشه به اون سلول پس سیناپسی بستگی داره. اگه نورون دیگه است منجر به پتانسیل عمل درش میشه، اگر قده باشه منجر به ترشحش میشه، اگر ماهیچه باشه منجر به انقباضش میشه. اینا دقیقاً همینه بچه‌ها. میبینی یک پیک شیمه هورمونه است، پاراتورمونه، اما وقتی میره اثر میکنه بر سلول‌های کلیه به اون میگه بازجذب، چون اونجا گیرنده. ببین گیرنده بتونم باز هم تاکید میکنم ها، یک سلول میتونه چند نوع گیرنده داشته باشه. مثلا همین سلول کلیه که الان پاراتورمون داره میره بهش اثر میکنه، از اون ورم مثلا دیدی که تی سلول چیا رو قطعاً گیرنده بگو داره دیگه، بله 100 درصد گیرنده برای تی سلول چیا داره. پس یک سلول ولی پاراتورمون نمیره به گیرنده تی سه و تی چهار وصل بشه. میبینی هر کی گیرنده خودش داره ولی وصل میشه، پیامی که به این میده میگه آقا بازجذب کلسیم ببر بالا، پیامی که به سلول استخوانی میده میگه تجزیه رو ببر بالا، بریز بیرون کلسیم، بریز تو خون. بریم بچه سراغ غده‌های پاراتیروئید، متن رو بخونیم، توضیح بدم خدمتتون، بریم سری پای تخته جونم میتختم براتون نوشتم. غده‌های پاراتیروئید به تعداد 4 عدد در پشت تیروئید قرار دارن. بچه‌ها بهتون گفتم بیشترین تعداد غده درون ریز در بدن مربوط به پاراتیروئید هست، کاملا در شکل میبینید. بچه‌ها بهتون گفتم تیروئید لوب چپ و لوب راست که بهتون خدمتتون گفتم دو لوب داره، میبینید کاملا در شکل مشخصه. پشت هر لوب تیروئید 2 تا غده پاراتیروئید، در مجموع 4 غده پاراتیروئید در پشت غده تیروئید دیده میشه. آدرس و محل قرارگیری غده پاراتیروئید اگر از طرف تست خواستن عین تیروئید آدرس بده، بالاتر از سینوس پایین تر از حنجره دیگه راحت میتونه آدرسش رو بدی. این غدد هورمون پاراتیروئیدی بچه زیر این خط بکشید میتونیم بگیم پاراتورمون، این غدد هورمون پاراتیروئیدی یا همون هورمون پاراتورمون رو ترشح میکنن. هورمون پاراتیروئیدی در پاسخ به کاهش کلسیم خوناب ترشح میشه و در همیستایی اینو زیرش خط بکش، همیستایی کلسیم نقش داره. حواست به من، ببین هم کلسیتون، این نقش اشتراکی جفتشونه، هم کلسیتونی و همین پاراتورمون هورمون پاراتیروئیدی
هر جفتشون بچه‌ها در همسایگی و هموسازی کلسیم خون نقش دارن. آقا چه جوری؟ ببین این خط تراز بگیر، زمانی که داره زیاد میشه کلسیم نمیاد میگه آقا گندش در اومده بیا سر جات، از اون ور پاراتورمون و اونی که این داره کم میشه میاد میگه آقا کم شده بیا بالا. میبینی هر جفتشون به این که میگن حالت پایداری به خط تراز برسن کمک میکنن. پس برای همین این همیستایی کلسیم خونا هم میتونه برای کلسیتونین اطلاق بکنه و هم میتونه برای پاراتورمون هم هورمون پاراتیروئیدی بگه. نکته مهم و نکته بعدی بچه اینه که اینم خیلی حواستون باشه، این نقش اشتراکیشون بود. یه نقش اختلافی هم بهتون میگم جزواتون بنویسید. ببین میخوام یه ترکیب ریز و مجلسی بکنم با فصل 3 بحث استخوان. ببین یکی از مصارف کلسیم، ببین مس گفتم دیگه ما بدن اون سری مصارف داره از کلسیم. مثلا بهتون گفتم برای انقباض ماهیچه می‌خواستیم، تو دهم دیدی برای انقباض می‌خواستیم و اینم تو فصل 3 دیدین که ما کلسیم برای همین لبنیاتون استفاده می‌کنیم که آقا میگه استخون بندی محکم بشه. داستانش چیه؟ بخاطر اینکه می‌دونید که کلسیم رو رسوب می‌دین در بافت استخونم در ماده زمینیشون، در چه به تراکم کمک، افزایش ماده زمینی، افزایش تراکم، افزایش استکم‌ها. اینجا رو نگاه بکن، وقتی کلسیتونین میره مانع میشه میگه آقا نریز بیرون، نریز بیرون، جلوشو گرفته این منبرو. از اون ور گفتم کلسیم خوناب چی میشه؟ به مصارف بدن استفاده میشه دیگه، حالا برای انقباض مچه فلانه. یکی از مصارف اونم چیه؟ رسوب در بافت استخوانی. یعنی چی میشه؟ میبینی کلسیتونین اولا علاوه بر اینکه جلوی اینو گرفته، جلوی استخونه رو گرفته، این رسوبم داره میکنه، افزایش کلسیم بافت استخوان منجر به این میشه دیگه. یعنی خود اینو نگه داشته زیادترش هم داره میکنه دیگه، این میاد تو منجر به افزایش کلسیم بافت استخوان. افزایش کلسیم بافت استخوان یعنی افزایش استحکام استخوان. آها، افزایش تراکم استخوان. اینا رو بگیر. حالا پاراتورمون، پاراتورمون چیکار؟ پاراتورمون گفتم کلکش چیه؟ پاراتو پاره میکنه استخوان. بریز بیرون ماده زمینه، تجزیه کن، بریز بیرون، جدا کن. وقتی میریزه بیرون این چه کلسیم، کلسیم بافت استخوانی چیکار میکنه؟ کاهش میده استحکامش، کاهش پیدا میکنه. برای همین بچه یه نکته جالب بهتون میگم همینه، کلسیتونین دیدی افزایش داد کلسیوم بافت استخوانی و استحکام استخوان رو، برای همین از کلسیتونین برای درمان پوکی استخوان هم مثلا تجویز میشه. ولی این اینجوری نیست، پاراتورمون تازه بدتر میکنه، میبره به اون سم. برای همین مثلا پرکاری قدرت پاراتیروئیدی اینجوری بهت گفت، اینم مواظب باش. گو پرکاری قدرت پاراتیروئید، بچه اینا مواظب باشین پرکاری قدرت پاراتیروئیدو، یا اشتباه تو تست نکنی و فکر کنی منظورش کیه پرکاری تیروئیده. پرکار گفتم بچه، پرکاری کاملا اصلا پرکاری چه معنی و مفهومی داره بدینه؟ آقا پرکار شده پس داره زیاد ترشح میکنه این هورمون. آها، داره زیاد ترشح میکنه، فرد داره سوق میده به سمت پوکی و استخون. کلسیتونین کمک میکرد درباره درمان استفاده میکردیم، ولی این نگندش نمیاد دیگه، چون یه باره میکنه استخونه، میگه ماده زمینه کلسیم بریز بیرون و این تراکم استخونی میاد پایین، استکام استخونی میاد پایین. در چی گفتم پرکارش میتونه فردا به سمت پوکی استخون اطلاق کنه. این ترکیبای ریز و مجلسی هم میتونی با فصل 3 انجام بدی. علیات این هورمون، همین پاراتورمون رو داریم میگیم، کلسیم رو از ماده زمینه استخوان جدا و آزاد میکنه، پاره میکنه استخونه. همچنین بازجذب کلسیم رو در کلیه افزایش میده. بچا میبینی اندام هدف استخوان داره، سلول استخوان اندام هدف کلیه داره، ولی معنی به این پیام که منتقل میکنه به این میگه تجزیه کن، آزاد کن کلسیمو، به این میگه بازجذب ببر، ولی چیزی که بهتون گفته بودم. یکی اینم نکته فوق العاده مهم، حواس با من. یکی دیگر کارهای هورمون پاراتیروئید اثر بر ویتامین دی است. ویتامین دی و ما ادراک ویتامین دی که دهم کلی با هم صحبت کردیم از خانواده کداست دیگه، بحث اختلال در صفرا اینا، ببین گرا دارم میدم و خودت مسلطی میدونم. این میتونی ترکیب این هورمون ویتامین دی را به شکلی تبدیل، اینم حواس جمع، این ویتامین دی را به شکلی تبدیل میکنه که میتونه جذب کلسیم از روده را افزایش بده. ببین اینم یادت دهم گفتیم که آقا برای جذب کلسیم از روده حضور ویتامین دی لازمه، ضروریه. حالا این پاراتورمون بچه بعد این ویتامین دی اثر میکنه، به شکلی تبدیلش میکنه. اشکالی نداره به این شکلی که تبدیل که من اسم بذارم بهش میگم فعال، اشکالی که نداره. من اینجوری میگم، میگم آقا پاراتیروئید اثر میکنه به ویتامین دی، تبدیلش میکنه به ویتامین دی فعال، اشکالی که نداره اسم گوشیم روش فعال، همه اسم میذارم، ما اسم میذاریم فعال. حالا ویتامین دی فعال چیکار میکنه؟ جذب کلسیم روده رو افزایش میده. آها، نکته فوق العاده مهم و تستی، پاراتورمون اثر مستقیم داشت بر کلیه برای واجزه عزیبش، اثر مستقیم داشت بر استخوان برای تجزیه و آزاد کردن کلسیومش، ولی اثر غیر مستقیم داره بر روده، نه مستقیم. میبینی اینجا بر سلول های روده گیرنده نداره ها، میبینی این حواست به این نکته هست، اثر مستقیم نمیذاره ها، ولی بر کلیه چرا؟ بر استخوانی چرا؟ ولی بر این غیر، آقا اثر نمیذاره چرا؟ غیر مستقیم، چون باعث افزایشه جذب کلسیم شد دیگه، اثر رو که گذاشته غیر مستقیم. اثر مستقیم پس بر کی میذاره؟ پاراتورمون اثر مستقیم بر ویتامین دی میذاره.
ویتامین دی اثر مستقیم بر روده میذاره، این به این مستقیم، این به این مستقیم، ولی این پاراتورمون به روده غیر مستقیم. این تو ذهن باشه. بنابراین کمبود ویتامین دی باعث کاهش جذب کلسیم از روده، این که کاملا با هم صحبت کردیم کمبود ویتامین دی، دهم با هم روز مفصل خونده بودیم. بیا با این تخته بچه این نمودار حتما برای خودتون بنویسین. الان فقط حواس جمع با من، اینو خوب گوش کن، صحبت در تو هورمون پاراتورمون، همون هورمون پاراتیروئیدی است. فقط گوش کن به من. ببین پاراتورمون اثر مستقیم میذاره بر کلیه، اثر مستقیم میذاره بر استخوان، اثر غیر مستقیم میذاره بر روده، بر سلول های روده. بچه یادتون باشه سلول های روده برش گیرنده ندارن، این نکته خیلی نکته مهمه، بهش توجه کن. اثر غیر مستقیم، اثر مستقیم، این نکته. نکته بعدی به اینایی که قهوه نوشتن توجه کن. وقتی هورمون پاراتورمون اثر مستقیم میذاره بر کلیه، بازجذبش میبره بالا، به این یه مفهوم دیگه منتقل میکنه، میگه آقا تجزیه آزاد کردن تو ببر بالا، کلسیم بیشتر بریز تو پارش، میگه استخون، میگه آقا پاره کن بریز بیرون. این خیلی مهمه، اثر غیر مستقیم میذاره بر روده، جذب میبره بالا. بچه‌ها ببینید بازجذب، قشنگ داری گوش میکنی، بازجذب یه واژه فارسیه، بازجذب یه جذبیه، جذب دیگه، ولی باز یعنی دوباره، بازجذب یعنی دوباره جذبش کن، و این خودش نوعی جذبه دیگه، داری جذب میکنی، فقط باز جذبه، یعنی دوباره داری جذبش میکنی. نکته مهم اینه، برای اون یه نوعی بازجذب، نوعی جذبه دیگه، برای اون میتونه بگه آقا هورمون پاراتورمون با اثر مستقیم بر کلیه باعث افزایش جذبه، جذب بگه، یعنی بازجذب بگه جذب، درسته، چون بازجذب نوعی جذب. ولی برای این بگه بازجذب غلطه ها، یعنی چی؟ مثلا بگه هورمون پاراتورمون با اثر غیر مستقیم، غیر مستقیم هم بگه، میگه خب خوبه رعایت یا وایسا، میگه هورمون پاراتورمون با اثر غیر مستقیم بر روده باعث افزایش بازجذب، بگو بازجذب چیه، تازه تو روده میخواد برای اولین بار جذب بشه، بازجذب نداریم که، اینجا بگه جذب. برای همین بچه خیلی توجه، این جمله که از این ور درسته دیگه، ببین برای اون هم میتونه بگه بازجذب، هم برای جذب، ولی به این بگه فقط جذب، برای این نمیتونه بگه بازجذب، برای همین دقت کن بهش. ولی متن رو بخونیم، اصلا مستقیم بر کلیه میذاره چه اتفاقی میفته؟ تاثیر میکنه به سلول کلیه نفرون ها، تاثیر میکنه گیرنده داره بر نفرون ها، نفرون ها داستانشون فصل 5 دهم ترکیب خوده، باز در مجموع اتفاق میفته که آقا بازجذب کلسیم میره بالا و فرایند بازجذب فصل 5 در دهم مفصل صحبت کرد، آقا بازجذب کلسیم میره بالا، در چه کلسیم خون میره بالا، کلسیم ادرار فرد میاد بالا. اتفاقی که در دوم میاد، اثر مستقیم بر استخوان، سلول های استخوانی میذاره، چون میدانید که برای سلول در سلول های استخوانی و سلول کلیه همون نفرون ها گیرنده دارد و اثر مستقیم میذاره. تاثیر بر سلول های استخوانی، آزاد کردن کلسیم از ماده زمینیشون، چون میگه آ پاراتورمون دیگه، میگه پاره کن بریز بیرون ماده زمینی، کلسیم بریزون، منجر به چی میشه؟ کلسیم خون میره بالا، ولی کلسیم بافت استخوانی چی شد؟ ماده زمینیشون میاد پایین، استحکام استخوان میاد پایین، که بهتون توضیحشو دادم. اثر غیر مستقیم بر روده، این چه داستانی داره؟ اینجا دارم بهت میگم تاثیر مستقیم میذاره بر ویتامین دی، ویتامین دو فعال میکنه، چیزی که گفتیم بین خودمون گفتیم، آقا بهش میگیم ویتامین دی، یعنی به شکلی تبدیل شده که میدونی که جذب کلسیم از روده افزایش بده، و ویتامین دی که حالا فعال شده اثر مستقیم میذاره بر روده باریک. میبینید بچه این به این مستقیمه، این به این مستقیمه، ولی اون به روده، یعنی پاراتورمون پاراتورمون به روده غیر مستقیمه ها، ولی اینا اگه اینا رو گفت مستقیمه، یعنی تاثیر ناکن، تأثیر هورمون پاراتورمون به ویتامین دی مستقیم، ویتامین دی به روده مستقیم، ولی اگه پاراتورمون رو به روده خاص وصل کنه بگو غیر مستقیم. پس ویتامین دی اصلا، این ویتامین دی چه ویتامین دی هم هست؟ ویتامین دی که به شکل فعالش تبدیل شده، که شکلی که میتونه جذب کلسیم در روده افزایش بده، در چه جذب کلسیم از روده افزایش پیدا میکنه، کلسیم خون افزایش پیدا میکنه، کلسیم مدفوع میاد فهمید، و بحث جذب و روده و داستان و اینا هم که روزه مفصل فصل 2 دهم میبینید بچه چقدر مباحث ترکیب میشن دیگه. این نیاز به ترکیب شما داره، از تورق سری، این کلیپایی که تورق سری با جنبندی ها هست استفاده کنید دیگه، اون جایی داری میری، مترو میری، اتوبوس میری، از این زمان استفاده کن. دهم تیبارات مرور شد، زمان اون رفت، ان شاء الله با امید خدا جلسه بعدی که برسم خدمتتون همتون خدا بزرگ سلام.